دوست عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم. باز هم صبحتان بخیر باشه و خیلی خوشحال هستم که شما را با خود داریم در بخش خودم، البته که با خود مهمان عزیز هم دارم و همچنان سپاسگزار هستم از امین جان که بخش برنامه خود را تقدیم شما کردم. و در بخش ما با خود یک مهمان فعال دارم، دختر خانم فعال هستن. یکی اینا کی هستن، چی کارهای را انجام دادن در عرصه زندگی خودشان، روی که چی فعالیت ها را دارن، چی دستاوردهایی دارن، ببین که از زبان خودشان بشنویم و بیشتر با اینا معرفی شویم. سلام، صبحتان بخیر باشه، خوش آمدین. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و صبح خیری دارم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز. انشاءالله که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن. راحل پویا هستم. بسیار زیاد تشکر از اینکه شما مرا دعوت کردین. البته خیلی ها ممنون هستم از اینکه شما این مبالغه را کردین و مرا من حیث یک دختر فعال دعوت کردین. خب معلوم است هر انسان در زندگی خود اهداف مشخص، برنامه های مشخص می داشته باشه و به خاطر از او تلاش ها یا همچنان کوشش های را می کنه. به همین علت هر کس وقتی زندگی خود یک برنامه مشخص می داشته باشه، معمولا تلاش و کوشش هم می کنه. سلامت باشین و قسمی که معلوم است از صحبت های شما و صحبت های خودم در بخش برنامه شما رو به اساس دعوت کردیم که موضوع برنامه امروز ما چگونه میتونیم موفقیت را کسب بکنیم، ولی بیشتر از اون میخواییم که روی تحصیلتان صحبت بکنیم. چقدر تحصیل کرده این، از کدام مکتب، از کدام پنتون فارغ شدین؟ خب من مکتب دوره ابتدایی در ولایت پروان شروع کردیم و بعد از دو دوره متوسطه و همچنان دوره عالی را در کابل به اتمام رسانیدیم. از مکتب لیسه محجوبه هیروی فارغ شدیم و بعد از او با تعیین نمودن امتحان و کنکور وارد پنتون کابل شدیم که متاسفانه فقط دانستیم یک سمستر یا دو سمستر درس بخوانیم و بعد از او نظر به شرایط رشته ریاضیات پنتون کابل و نسبت به بعض از تغییرات رژیم و بعض از موضوعات دیگه نتانستیم به درس های خود ادامه بدیم. ولی من فکر نمی کنم که اساس تعلیم، تحصیل، درس، موفقیت ای باشه که فقط انسان وارد یک رشته خاص باشه، وارد پنتون خاص باشه یا مکتب خاص باشه. انسان در هر حالت میتونه پیشرفت داشته باشه، در هر حالت میتونه درس بخونه، در صورتی که خودش خواسته باشه. دقیقاً. پس گفتین از ولایت زیبای پروان هستین، درست است؟ بله. چگونه یک جای است؟ مقبول است؟ در کل افغانستان هر ولایتش زیباست، هر ولایتش زیبایی خاص خود داره، بله. فرهنگ خاص خود داره، مردم خاص خدا داره. طبعا هر ولایت افغانستان زیباست و پروان خو معلوم است که بدون شک زیباست. سلامت باشین. خب میایم برمیگردیم روی موضوع برنامه ما که چگونه میتونیم موفقیت را کسب بکنیم. از نظر شما چگونه میتونیم؟ خب به نظر من موفقیت چیز خیلی کلان نیست، خیلی بزرگ نیست. انسان میتونه با بسیار چیزهای کوچک، با بسیار موارد کوچک در زندگی خود خوشبخت باشه، در صورت از اینکه تعریف خود خوشبختی یا تعریف خود موفقیت بفهمه. همی که ما مسلمان هستیم، همی که ما صحت داریم، همی که افراد خوبی در چار اطراف ما هست، همی خودش فکر میکنه موفقیت است. ولی خب اگر بیایم نظر به تعریف، موفقیت یعنی رسیدن به یک هدف مطلوب است که او میتونه مانند از این باشه که انسان موفقیت کسب دانش، تعلیم، تحصیل یا همچنان کسب شهرت و مقام در جامعه بدانه. به همین علت کسب کردن موفقیت من فکر میکنم بیشتر به یک هدف مشخص ضرورت داره. به همین علت وقتی بخوایم موفق باشیم طبعا باید هدف هم در زندگی خود داشته باشیم. بالکل. من میخواستم این موضوع رو اشاره بکنم که به خاطر داشتن موفقیت یک نکته خیلی مهم که باید یادآور میشد که شما یاد کردین که هدف است. پس وقتی که راز موفقیت هدف هست، چی چیزها برای داشتن هدف مهم است به نظر شما؟ البته خب طبعا موفقیت نیازمند یک هدف مشخص است. بله. و این هدف مشخص چند چیزی که من فکر میکنم به خاطر داشتن یک هدف مهم است، این است که انسان خودش را بشناسه، چیزهایی را که میخواهد در زندگی خود، اهداف را که در زندگی خود دارد، برنامه هایی که در زندگی خود دارد، تمام از اینا را وقتی ما میایم مشخص میکنیم، معلوم میکنیم و یک پلان بر از این میسازیم، طبعا این خودش یک راهی میشه به خاطر از اینکه ما هدف خود مشخص میسازیم. ولی وقتی میایم هدف خود مشخص میسازیم، ما فکر میکنیم چند چیزی که بسیار زیاد مهم است، این است که به خاطر تعیین هدف ما استراتژی هایی داشته باشیم. و زمانی که ما استراتژی هایی به خاطر هدف خود می داشته باشیم، در استراتژی چند چیزی که خیلی مهم است به نظر من، این است که ما یک طرح داشته باشیم، یک نقشه داشته باشیم و یک پلان داشته باشیم. مهمترین بخش در قسمت داشتن یک هدف من فکر میکنم یک پلان مشخص است، که ما کی هستیم، چی میخواهیم و به کجا میخواهیم برسیم. وقتی این را مشخص میکنیم طبعا اینمی هدف ما میشه که ما میخواهیم به کجا
برسیم و چی دستاوردهای قرار است داشته باشیم. دقیقاً خیلی نکات مهم را اشاره کردین. پس شما به عنوان یک جوان موفق به خاطری که هدفتان از زنده نگه داشته باشین چی کارا را انجام دادین؟ خب طبعا انسان زمانی که بر خود هدف تعیین میکنه چند چیز را که ما فکر میکنم باید مد نظر بگیره وی است که توازو داشته باشه. از همه مهم به خاطر از اینکه قرار نیست که شرایط یا وضعیتی که ما در او قرار داریم همیشه یکسان پیش بره. به او خاطر همیشه در حال نوسان و تغییرات هست. یک چیزی که بسیار مهم است و در قسمت زنده نگه داشتن هدف ما را کمک میکنه است که ما توازو داشته باشیم در قسمت در قبال هدف خود و فقط بر خود در زندگی یک هدف مشخص نکنیم. زمانی که ما اگر در زندگی یک هدف بر خود مشخص میکنیم و میخوایم فقط به همون هدف برسیم، زمانی که ما به او هدف نرسیم و بعض از مشکلات و جنجال های پیش میآید دو نرسیم، معلوم است که افسرده میشیم، منزوی میشیم، گوشه‌گیر میشیم و کاملا به یک فرد منبدل میشیم که اصلا دیگه وارد اجتماع نمیشه. به این علت به خاطر از این من فکر میکنم که در زندگی ما باید تنوع اهداف خود داشته باشیم، اینکه شرایط و همچنان وضعیت اجتماعی را ما مد نظر بگیریم. به طور مثال ما فعلا در شرایط قرار داریم که اجازه تحصیل و درس اینا را نداریم، ولی این نمیشه که اگر تنها هدف ما تحصیل باشه و ما فقط به همین کفایت کنم. ما در اینجا میتونم بسیار راههای دیگه ای را داشته باشم که به خاطر رسیدن به هدف ما را کمک کنه. بالکل. خیلی سپاسگزارم خانم پویا. از دیدگاه شما افرادی که هدفمند هستن و افرادی که اصلا هدف ندارن در زندگی خودشان، نظر شما یا دیدگاه شما چی است؟ خب به نظر من افرادی که در زندگی خود هدف داره، پلان داره، برنامه مشخص داره، ای که واقعا میخواد کی باشه، در کجا باشه، اینا کسایی هستن که همیشه انرژی مثبت دارن، انرژی مثبت به افرادی که جار طرفشان از پخش میکنن، کسایی هستن که مطالعه میکنن، کسایی هستن که همیشه در تلاش ازی هستن که در زندگی خود نوآوری های داشته باشن، خلاقیت های داشته باشن، همیشه به دنبال یک فرصت هستن. در کل میتونیم بگیم که اینا کسایی هستن که از هر فرصت به خاطر آموزش، به خاطر کسب موفقیت، به خاطر پیشرفت استفاده میکنن. طبعا کسایی هستن که شرایط بالایشان تاثیرگذار نمیباشه، در هر شرایط اینا خود سازگار میسازن و همیشه تلاش میکنن که اهداف و برنامه ها و پلان هایی که دارن فراموش نکنن. ولی برعکس افراد هم هستن که اهدافی ندارن یا افراد هستن که اهداف مشخص ندارن. در کل میتونیم در قسمی که قبلا هم ذکر کردم، یعنی هدف یک داشتن یک برنامه مشخص وقتی میگیم، یعنی حرکت و تحرک و تلاش داشته باشیم. افرادی که هدف نمی داشته باشن، پلان یا برنامه مشخصی نمی داشته باشن، همیشه کسایی هستن که افسردگی دچار حالشان میشه، کسایی هستن که مضطرب می باشن، کسایی هستن که از جامعه دور می باشن، منزوی میشن، یا کسایی هستن که همیشه به گفته ما و شما حوصله نمی داشته باشن و از زندگی آنچنانی که باید لذت ببرن لذت نمی برن. در کل فکر میکنن که زندگی همیشه مشکلات است، فکر میکنن که زندگی همیشه بدبختی است، در صورتی که افرادی که هدف دارن به باور نیستن. اونا کسایی هستن که نابسامانی های زندگی را میپذیرن و اینا را درک کردن. افراد هدفمند که در زندگی مشکلات جزء از زندگی است، جزء جدای ناپذیر زندگی است و همچنان غم، درد، مشکلات، همه از اینا جزء از زندگی هستن و اینا به نحو عظمی مشکلات، عظمی جنجال هایی که سر راهشان قرار میگیرن به نحو استفاده میکنن، به نحو کوشش میکنن که اگر راه خوبتر و بهترتر را استفاده کنن، از اون تجربه و درس میگیرن. ولی برعکس افرادی که باز هدف ندارن از اینا خیلی متضرر میشه، خیلی متاثر میشه و اصلا به پیشرفت و به زندگی خوب و به اهداف فکر نمیکنن. دقیقاً. خانم پویا، ما در زندگی معمولا با افراد روبرو میشیم که زندگی تخیلی یا هم خیالی دارن، مدام با همو خیالاتی که در ذهن خودشان دارن به پیش میرن، ولی بعد از یک مدت از یادشان میرن که چی چیزها در ذهن خود داشتن، آیا میتونن به او برسن یا نمیتونن، آیا میتونن برای خودشان فراهم بسازن یا نمیتونن. مورد نظر شما در این مورد چی است؟ خب من فکر میکنم که انسان که اگر رویا پردازی داشته باشه، خیالات داشته باشه، خیلی خوب است، ولی در صورتی که ما حد توازن و تعادل مد نظر بگیریم. یعنی خیالی زندگی میکنن، اونا فراموش میکنن که باید چی کار بکنن. مثال شب میشه میگه من فردا زمان که از خواب بیدار شم این کار انجام میتم، وقتی صبح میشه فراموشش میشه، این کار انجام نمیته و اونقدر به دنبالش هم نیست. خب طبعا وقتی یک انسان هدف می داشته باشه،
پلان هم یعنی هدفشان باشیم. با مو چند دقیقه است دیگه؟ ما فکر میکنم یک راه حل که بر از نام میتونیم داشته باشیم این است که انسانایی که هدف دارن، هدف مشخص دارن و امی تمام برنامه ها و پلان هایی که قرار است مثلا انجام بده اینا را بر ورق بنویسن و نظر به همو پیش برن. بله. و ای که اهمیت از او هدف چقدر است بر از این نفر ای خیلی تاثیر میکنه. بعض اوقات ما افراد را داریم که به نظر میرسه که خیلی اهداف بزرگ داشته باشه، به نظر میرسه که خیلی انرژی داشته باشه، ولی برعکس چنین نیست، فقط برای چند دقیقه هستن. بلکه. ما فکر میکنم اینا کسایی هستن که ارزش واقعی هدف خود، ارزش واقعی جایگاهی که دو هدف پیدا میکنه او را مد نظر نمیگیرن. ولی اگر من کسی هستم که یک هدف داشته باشم، من همیشه کوشش میکنم که قسمی که قبلا هم ذکر کردم پلان مشخص داشته باشم، یک استراتژی مشخص داشته باشم و همچنان یک نقشه و طرح مشخص به خاطر پلان خود داشته باشم که من کدام کارا را باید انجام بدم تا یک قدم نزدیکتر به هدفم شوم، کدام کارا مرا یک قدم از این هدف دورتر میسازه. پس چیزی که خیلی مهمی است که ما همیشه برنامه‌ریزی به خاطر هدف خود داشته دخیخن. باشیم. ما نمیتونیم یک دفعه به هدف خود برسیم. آهسته آهسته، گام های آهسته و پیوسته. بعض افراد فکر میکنن اگر بخواین که بر خود هدف تعیین کنن موفق شون، باید خیلی زود شروع کنن، باید خیلی قدرت بالای داشته باشن، باید خیلی انرژی بالای داشته باشن، منابع بالای باید اختیارشون داشته باشن، در صورتی که همچنین نیست. ما از بسیار منابع کوچک، از قدم های بسیار آهسته و پیوسته میتونیم که بسیار اهداف بزرگ را داشته باشیم. ولی زمانی که ما بخوایم یک دفعه به یک چیز دست پیدا کنیم، یک دفعه یک چیز را، یک موفقیت، یک کامیابی را بخوایم، طبعا دچار مشکلات میشیم، چون نمیتونیم یک دفعه به اون هدف برسیم. مثل ازی است که ما از قدم اول به قدم چندم بعد. دقیقاً بالکن وقت که خیلی صحبت های خوب داشتیم، صحبت های عالی بود، ان شاء الله که همیشه موفق باشین. میخوایم که پیام اخیرتون در این بخش برنامه داشته باشیم. پیام آخر ما به همگی است که نابسامانی های زندگی، مشکلات و جنجال هایی که در زندگی هستن جزء جدای ناپذیر زندگی هستن و چیزی که خیلی مهم است که ما همه از اینا را بپذیریم و از کوچکترین چیزهایی که در زندگی ما وجود داره لذت ببریم، خوشحال باشیم و به خاطر بزرگترین چیزهای زندگی ما همیشه تلاش و کوشش کنیم. بالکل سلامت باشین. خیلی سپاسگزار از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ممنون سن. ممنون. سلامت باشین. گران دوستان به حمله تا سخمند نکم چه تردید دمه پور لمنگ سره و هم درنگ لنده دمه مخلو او زه هم باید تاسو سره خدای پمنی وکم او هیر نه کی چه ورسته دی دمینه زما گرانم کرم جان له تاسو سره ده هم درنگ یو بزرگوار استاد لزان سره غوخته چې غی سره خبرې اترې لري تر بل خبرونه چې به حمزه روزو کا کارسته په چوپړ کې ازرې ګم تاسو یوازې او بخون کې خدای تر سپارم خدای بریالي اوسې خاورس